بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاگردای گرامی، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاگردای گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ادامه درسای ریاضی صنف 12 هم بازم به خدمت شما هستم. ما شما امروز ریاضی صنف 12 هم میخوانیم، فصل دوم و درس 42 ما که مربوط مشتقات بلند مرتبه میشه. هدف ما از مشتقات بلند مرتبه چی است دوستا؟ اگر ما y مساوی به f x داشته باشیم، y زبر یا f زبر x مشتق اولش است، y دو زبر یا f دو زبر x مشتق دوم، y سه زبر بگویم یا مشتق سوم y مساوی به f سه زبر یا مشتق سومش. به این ترتیب ما تا به این مشتق میتونیم از یک تابع بگیریم، مشتق اینام تابع. خب دوستای گرامی، و در مثال ها چگونه ما از این میتونیم مشتق بگیریم؟ حال کار میکنیم شاگردای عزیز. تابع مثال اول به ما داده شد، y مساوی است به x مکعب منفی 3x مربع مثبت 4x منفی 1. یک تابع صریح هست، تابع صریح به این معنا که میبینیم x متحول است و تماما به طرف راست، میبینیم که افاده از جنس x است و به طرف چپ ما y است که معلوم دار است y تابع و x متحول. و از ما و شما در سوال خواسته شده که از این تابع ما مشتق بگیریم. البته ما از این تابع سه بار مشتق بگیریم. مشتق اول از این میشه 3x مربع منفی 6x مثبت 4. میبینیم که توان ضرب ضریب شده است، توان یک کم، توان ضرب ضریب است، توان یک کم، توان ضرب ضریب است، توان یک کم. یک بود، از یک یک کم کنیم صفر، x به توان صفر که مساوی یک است، یک چار چار، عدد ثابت ما مشتق صفر، پس این نشتش نمی کنیم. مشتق دوم به عین ترتیب دوستا، فکر کنین یک تابع است و شما ازش مشتق اول میگیرین. به این ترتیب توان ضرب ضریب 2 3 6 از توان یک کم، 1 6 6 از توان یک کم. خب توان از یک است، از یک یک کم کنیم صفر، x به توان صفر یک، 1 ضرب 6 6 و این عدد ثابت است، مشتق صفر. مشتق سوم دوستای عزیز، توان ضرب ضریب از توان یک کم، توان x یک است، یک کم کنیم صفر و x به توان صفر یک، یک شش شش، منفی شش است، عدد ثابت مشتق صفر است. خب از ما و شما سه مشتق خواسته شده بود، ما سه مشتق هم به دست آوردیم. ولی اگر یک چیز اضافه تر من میگم که مشتق چهارم از این مساوی به صفر و مشتق پنجم از این صفر، مشتق ششم از این هم اگر شما هر قدر از این مشتق بگیرین صفر است. درست است دوستان؟ بیاد داشته باشین اگر توان سه باشه، سه مرتبه که شما مشتق میگیرین عدد به عدد ثابت تبدیل میشه، اگر تابع تابع پولینومی باشه. و مشتق چهارم یعنی توان از این سه، شما بفهمین اگر تابع تابع پولینومی بود که در مشتق چهارم ما چی به دست میاریم؟ صفر. و از او به بالا که همیش صفر می باشه. خب دوستای عزیز، آل مثال بعدی را کار میکنیم. خب شاگردای عزیز، مثال دوم بر ما تابع را داده، y مساوی 1 بر 3 x مکعب، از ما خواسته که گراف از ایرام ترسیم کنیم و مشتق بگیریم، گراف مشتقش هم ترسیم کنیم. خب اگر y باشه 1 بر 3 x مکعب، طبعا توان ضرب ضریب میشه، 3 ضرب 1 بر 3 و از توان از یکی کم 2 و y زبر مساوی x مربع. خب حال گراف از این ما چگونه ترسیم میکنیم؟ ما میفهمیم که y مساوی به x مکعب گرافش به طور عموم به این ترتیب است. اگر ما x فرض مثال 3 اینجا وضع کنیم، در این قسمت یک 3 نقطه بر x میتونم و به y 3 نقطه بعد از میاریم. اگر 0 بانیم که 0 میشه، اگر 3 بانیم 3 مکعب 27، 27 تقسیم 3 9. اگر منفی 3 هم بانین میشه منفی 27، منفی 27 تقسیم 3 منفی 9.
اگر میخواین این گراف بسیار دقیق رسم کنین، در ورق گراف کار کنین، نقاط های بسیار زیاد، فرض مثال 15 20 30 هر قدر نقاط زیاد بتین، برای x قیمت بانین، برای y قیمت بدست بیارین، همان قدر شکلتان دقیق تر میباشه. خب ما چون فقط یک عمود عادی رسم میکنم، ورق گراف در اینجا کتی ما نیست، از این خاطر یک رف سکیچ میایه، تقریبا شکلش بدست میاریم. ولی اگر شما متمایل و مشتاق هستین، میتونین که از گراف ورقای گراف استفاده کنین و این نقاط های زیادتر به اکس بتین تا به وای قیمت های زیادتر به اکس بتین، به وای قیمت های زیادتر به دست میه و در ورق گراف که رسم کنین رسمش بسیار دقیق میه. خب حال اگر اکس 3 در نظر بگیریم و وای هم 9، اکس منفی 3 وای هم منفی 9. خب وقتی گفتیم x صفر بود y هم صفر میشه، x که 3 باشه y 9، x که منفی 3 باشه y هم منفی 9. و ما و شما میفهمیم توابع که به شکل y مساوی x مکعب داده شوه، شکل عمومیش تقریبا به این ترتیب میباشه. فلهازا ما میتونیم که ایره به این ترتیب رسم کنیم. خب حال مشتق از این که گرفتیم شده y مساوی شده به x مربع، و ما و شما میفهمیم که این یک پارابول است. پارابول است که مرکز رأسش در مبدای کمیات وضعی است، بخاطر اگر به x صفر بانیم y چند میشه؟ صفر میشه. و اگر به x فرض مثال شما 3 بانین یا منفی 3 بانین، y چند میشه؟ 9 میشه. و اگر به x شما مثبت منفی 1 بانین، این را هم میفهمین که y چند میشه؟ و یک یا مثبت یک یا منفی یک مربع شد، پس هم یک میشه. یعنی با x که صفر بانین صفر، با x اگر مثبت بانین یا منفی یک، باز هم یک میشه. و اگر بر x مثبت 3 یا منفی 3 بانین، چند میشه قیمتش؟ 9 میشه. یعنی هی هم معادله y زبر مساوی با x مربع، و این قسمت معادله y مساوی 1 بر 3 x مکعب. یعنی ما از این تابع مشتق گرفتیم، خود گراف از این را هم رسم کردیم، از وای هم و از وای زبر هم رسم کردیم. خب شاگردای عزیز، مثال سوم به ما تابع داده شده، میبینیم تابع سره است، یعنی وای تابع است که به طرف چپ است و به طرف راست افاده ما از جنس اکس است، وای با خود نداره، تابع سره است و از ما خواسته شده که مشتق نوم شود است بیاریم. و دیگه ای که مشتق نوم مربع کنیم، جمع وای مربع کنیم و ببینیم که چی بد اسمه. خب اگر مشتق اول از این تابع چند میشه؟ مشتق ساین میشه کوساین اکس، و مشتق کوساین میشه منفی ساین اکس. مشتق دوم از این میشه که مشتق کوساین میشه منفی ساین اکس، مثبت ضرب منفی منفی. و مشتق ساین چی میشه دوستا؟ مشتق ساین میشه کوساین اکس. مشتق سوم اگر ما بگیریم منفی خودش، از این قسمت اگر ما مشتق بگیریم میشه کوساین اکس، منفی خودش و مشتق از این اگر بگیریم میشه منفی ساین اکس. و چهارم از این دوستا، مشتق چهارم از این منفی خودش، مشتق کوساین میشه منفی ساین ساین اکس، منفی با منفی مثبت، مشتق ساین چی میشه؟ کوساین اکس. مشتق پنجم از این میشه که منفی با منفی که مثبت میشه، مشتق ساین میشه کوساین اکس، و مشتق کوساین میشه منفی ساین اکس. مشتق ششم مساوی است به مشتق کوساین میشه منفی ساین اکس، مثبت ضرب منفی منفی، مشتق ساین میشه کوساین اکس. مشتق هفتم از ساین مشتقش کوساین اکس، و از کوساین مشتقش منفی ساین اکس. خب به همین ترتیب دوستای عزیز، مشتق هشتم، مشتق هشتم منفی که داریم کوساین مشتقش چند است؟
منفی ساین x منفی با منفی مثبت مشتق ساین چی میشه؟ کوساین x. مشتق نوم منفی با منفی مثبت میشه، مشتق ساین میشه کوساین x و مشتق کوساین میشه منفی ساین x. خب در اول چیزی که از ما خواسته شده بود ایره بعد ساوردیم، مشتق نوم رو بعد ساوردیم. دوم از ما خواسته شده که مشتق نوم رو مربع کنیم، مشتق نوم هر چی از او رو مربع کنیم، جمع y مربع، y بر ما اینجا داده، y مربع از ما گفته، جمع y مربع. مشتق نوم دوستان ما از این قسمت میبینیم کوساین x منفی ساین x، کوساین x منفی ساین x. و y از کجا میبینیم از این قسمت؟ ساین x مثبت کوساین x، این هم مربع. حال ایره اگر مربع کنیم میفهمیم که شکل مطابقت a منفی b کل مربع را داره و ما ایره اگر انکشاف بتیم به این شکل انکشاف میابند. فلحاظ کوساین x مربع منفی دو چند کوساین x ضرب ساین x جمع ساین x مربع. کوساین x هم میشه مربعش یک قسمت بگیریم و جمع. حالا هیره ادامه میدیم دوستا، هیره که ادامه بتیم میبینیم که شکل a مثبت b کل مربع را گرفته که انکشاف بتیمش به این شکل انکشاف میابد. پس ساین مربع x مثبت 2 ساین x ضرب کوساین x مثبت کوساین مربع x. خب دوستای عزیز اگر توجه کنیم قسمت با این قسمت فقط عین چیز هستند، ولی علامه هایشان متفاوت است. فلحاظ همیشه که اینا را با هم از هم تفریق کنیم و همچنان شما میبینین ما دو کوساین داریم، دو کوساین داریم و به می ترتیب دو کوساین مربع x داریم، به می ترتیب دو ساین مربع x داریم، درست؟ یعنی ما می تانیم این دو را با هم جمع کنیم، بگیم که دو کوساین مربع x جمع دو ساین مربع x. حال اگر دو را مشترک بگیریم داخل قوس میمانه کوساین مربع x جمع ساین مربع x و این را میفهمیم یکی از مطابقت های مثلثاتی ماست که مساوی میشه یک. پس یک دو دو، در نهایت میگیم که جواب از این قسمت چند میشه؟ دو میشه، درست از دوستا؟ جواب از این چند شد؟ دو. خب دوستای عزیز در مثال چهارم و چهار سوال هم در تمرین که است منعیس کارخانکی به شما اینا را ازتان خواهش میکنم که اینا را انجام بدین و تا این درس خوبتر و بیشتر بفهمین و درس امروز ما اینجا به پایان میرسد. تا درس بعدی همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.